خانم جزنی، امروز اولین جلسه دادگاه حمید نوری از در حقیقت کسانی که دست داشته در جنایت سال 67 به صورت رسمی برگزار شد. این دادگاه یه دادگاه طولانی احتمالاً 9 ماه قراره که به طول بیانجامه. میشه لطفاً برای ما بگید که این دادگاه میتونه چه نقشی در پروسه دادخواهی ایران داشته باشه؟ این برای اولین باره که یک نفر از افرادی که در این کشتار به صورت مستقیم دست داشته در یک دادگاه اروپایی داره محاکمه میشه. همطور که خودتون فرمودید برای اولین باره. معمولا رژیم هایی که سقوط میکنن بعد جامعان اون رژیم به دست مردم میفتن یا به دست دادگاه ها، اما این ویژگیش اینه که اولین باره که در حالی که رژیم جمهوری اسلامی برقراره و همچنان به کشتن به کشتار داره ادامه میده، این دادگاه داره برقرار میشه و این یک دادگاه خواهد شد نمونه و تاریخی. چرا تاریخی؟ برای اینکه نوری و امثال اون که در راهروهای مرگ مباشر کشتار بوده و چیزی که خیلی جالبه، حدود 10-15 سال پیش آقای ایلج مصداقی بدونی که بدونه یک روزی نوری به دامی افته نوشته و اسمش رو آورده که این آدم وجود داشته و چنین جنایتی کرده. بنابراین چون که همین الان در ایران رژیمی که برقراره به نام حکومت مثلا جمهوری اسلامی، در حالی که ما میدونیم جمهوری یک حکومت جمهوری یک معنای به اصطلاح حقوقی داره، اینها به هیچ عنوان نمیتونن جمهوری اسلامی باشن، چون جمهوریت و اسلامیت دو مسئله متضاده که با هم نمیخونه و به قول منطقی ها نمیتونه هم دیگر در بر بگیره. بنابراین در این بره از زمان که اسلام فقاهتی به خصوص اسلام شیعی داره بر ایران حکومت میکنه، حکومت فقهاست، حکومت ولی فقیه، نه یک رئیس جمهور، این جنایت در حقیقت جنایت جمهوری اسلامیه. چرا؟ چون اینها محال بدون دستور ولی فقیه کاری رو انجام بدن. دومین خصلتی که این من موفقیت ازش نتیجه میگیرم اون شهادت است که آقای منتظری داده و نوار است که ضبط کرده، اسامی را آورده و گفته که شما رو در تاریخ به عنوان جنایتکار خواهند کرد. بنابراین مسئله دیگه که باید دوستان هموطنان بدونن، از وقتی که نوری دستگیر شده هیچ حکومت اسلامی نه پشتیبانی کرده نه به عهده گرفته، برای که میدونه کوچکترین دخالتی پای خودشو میاره وسط. مسئله دیگه که برای من خیلی امید بخشه در این پرونده، درسته که پرونده دادگاه رئیسی و سایری نیست، ولی که در این پرونده نوری اسم اینها میاد و نقششون میاد. بنابراین رئیسی حتی کشورهای مماشات کننده بنده سرمایه و پول اینها رو به طلبن بخوان باهاشون خوشو بش بکنن و به اصطلاح روابط اقتصادی و سیاسی داشته باشن، خود اینها خود رئیسی جرأت نمی‌کنه از کشور خارج. مسئله دیگه شکنجه‌گرانی که حضور داشتن الان کدوم جرأت می‌کنن که سفر کنن؟ مجبورن در ایرانی که خودشون خراب کردن بمونن و حسرت هوای آزاد خارج از کشور رو به دور ببرن. بنابراین من به شخصه به این دادگاه خیلی خوشبینم و می‌خوام به عنوان یک هموطن، یک ایرانی از ایرج مصداقی واقعا تجدید کنم، برای اینکه اگر کوشش های ایرج مصداقی نبود و همچنین در کنارش آقای کاوه موسوی و همچنین دوستان دیگری که هستن که هر کدوم شهادت ها رو پدید آوردن، مثل آقای اصلانی و دیگران با دوستان زندانی مصاحبه کردن، پیداشون کردن در اقصانقات عالم، حالا ممکن از ایران کسی نتونه بیاد ولی هستن در تمام کشورهای اروپا و آمریکا و اینها واقعا قابل تقدیر. من نمیدونم که چجوری میشه از اینها ستایش کرد. تاریخ قضاوت خودشو
خواهد کرد و پیروزی دادگاه پیروزی مردم ایرانه و پیروزی مردم ایران البته در بر میگیره کشندگانشو که آقای مصداقی و گروهشون باشن آقای کاوه موسوی. خب خانم جزنی، امروز ما شاهد بودیم که تعداد زیادی از خانواده بازمانده های قربانیان دهه 60 از کشورهای مختلف، از آمریکا، کانادا، آلمان، هلند و کشورهای مختلف جمع شده بودند. همه خیلی امیدوار بودند، خیلی خوشحال بودند که این دادگاه داره برگزار میشه. آیا به نظر شما این دادگاه در حقیقت این امیدواری رو به وجود آورده که عدالت دست یافتنیه؟ به نظر من بله، برای اینکه ما ایرانی ها که دیزمون بد بینن علمش اینه که ناخودآگاه به خاطری دادگاه های خریدنی و فروشی ایران به مخیلم میاد، در حالی که دادگاه های اروپای خصوصا سوئد، این دادگاهی که تشکیل شده الان حاضر و ذهن نیستم.